انسان شاید در زندگی کم اشتباه میکرد اگر دقیق میدونست در کجا خطا میکند. پس برای خطا نکردن میسازد هرچی بیشتر آگاه بود. درود با جمع شما بیننده های عزیز و ارجمند، آنهایی که هرچی بیشتر با تماشای برنامه میزان خیرت تلاش دانستن میکنید. در این برنامه امروز با خواهش و ذوق خویش یک گروه دانشجویان از دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسوزاده آمدند. حضور همه دانشجویان را خیر مقدم میگویم در شو برنامه ذهنی میزان خیرت. و اکنون در آغاز برنامه یک معرفی کوتاه میکنیم، با هیئت دسته شناسایی میکنیم و پسون با شرط های برنامه میگذاریم و با سوال ها. مرامت کی دستور رو معرفی میکنند؟ ما یک گروه دانشجویان کورس دویم دراماتورگی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده هستیم. همین برنامه را حالتی که تماشا میکردیم بسیار دقت جلب کننده بود. ما هم خواستیم که دانش خود را یک سنجیم. با هیئت بشه های خودمون بیایم در این برنامه اشتراک بیورزیم. میخیل بله، و شما امروز هیئت دسته رو از کدام بخش ها گردآوری کردید؟ کورس یکم دویم تمام، یعنی در اینجا دانشجویان بخش اول و دویم آمدن. بله. تا اینکه دانش و مهارت خیش رو در شو برنامه ذهنی میزان خیرت بسنجید. بله. با شرط های برنامه همگی شناس هستند، همه میدونند؟ بله شناس هستنم، با قدر امکان شناسی دارند. فکر میکنم قسمی از اشتراکچان شاید شناس نباشند. با همین خاطر ما میسازد باری دیگر از شرط های برنامه یادآور شویم. در دوری اولی شو برنامه ذهنی میزون خیرت در موسم سیوم ما برای انتخاب نمودن سه اشتراکچی هفت سوال پیشنهاد میکنیم. آنهایی که به دانش خیش تکیه میکنند باوری را از دست نمیدهند و با سوال ها جواب های درست و دقیق پیشنهاد میکنند با دوری دویم رو خد میگیرند. در دوری دویم به نفران انتخاب شده ما سه سوالی پیشنهاد میکنیم. اگر نفر تواند به مقدار زیادی سوال ها جواب درست پیشنهاد گرداند صاحب رو خد میشود در دوری سیوم، و اگر در دوری سیوم تواند به چهار سوال برنامه پاسخ درست پیشنهاد گرداند میتواند برود در مرکز آموزشی محور مدت سه ماه تحصیل رایگان زبانهای خارجی و اینچنین فنهای دقیق را از خود میکند. باوری داریم که یکایک که شما تلاش میکنید و کوشش مینماید که این روخط را از آن خود کنید، و مهمتر از همه در این برنامه بازی خیلی هم جالب و دیدنی نمایش بدهید. با همه شما ما برار میخواهیم و باوری داریم که امروز برنامه ما با اشتراک دانشجویان بخشی دراماتورگی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان خیلی هم جالب و رنگین صورت خواهد گرفت. سوال اول پیشنهاد می شود اکنون. نگریستن، دیدن، صحبت، چهره، چشم، دیده کلمه است. پنج حرف عبارت است. نام کینو فستیوال معروف در تاجیکستان کی وریان دارد؟ مرا شما پرستو باشد. پرستو میگویند. متاسفانه خوب باز که وریان دارد. من کینو فستیوال است ما گفتیم. دیدار. دیدار؟ چهره رو دیدار میگویند؟ نه نگریستن. گفتید که نگریستن. این دیدار شاید باشد از پنج حرف عبارت است. نام کینو فستیوال معروف در تاجیکستان این دیدار است. باری رفتید با کینو فستیوال دیدار؟ نرفتیم به کینو فستیوال، اما شاید هم خیلی باشد به فکر ما. بله. دو رخسارش بهار دلبری بود، دو دیدارش هلاک صابری بود. ما با افتخارشون کف میکنیم. واقعا هم این کلمه دیدار بود، یعنی این کینو فستیوال معروف در تاجیکستان دیدار است. سوال دیگر پیشنهاد میشود. عرف و عادت، قاعده، ترتیب، آیین، رویش کلمه از چهار حرف عبارت است. نقش، تصویر. مرادف آن چیست؟ اندازه، پرداخت، خراج رو هم چنین میگفتند. رسم. رسم؟ چه خیلی رسم؟ عرف، عادت، رسم. آیین. ما گفتیم انداز، شما چه خیلی شرح میدید؟ انداز، پرداخت، خراج رو همچنین میگفتند. میگویند رسم رو اندوز میگویند. ما
با ما به زبان رسم و عادت در رزقی که فروختی خریده محتسن برید. با افتخارش آن کرد. یکوبیم. وقیان چون جوابهای درست میدهید باید سر جوابتون دقیق بیستید و بگوید که من با جوابی خود ملتخیدم. سوال دیگر پیشنهاد می شود اکنون. نوع از غله جنسی لوبیا، عدس، سرخ جگر رنگ کلمه از چهار حرف عبارت است. نوع از گیاهی آبایی خاردار که آن را خارخسک نیز می گویند. هر یک از 21 جزوی کتاب مقدس اوستا یعنی نوع از غله جنسی لوبیا بوده است. اکنون گل دختران چون در آماده کردنی تعام ها دستی توانا دارند شاید با چونین؟ شاید این نسک باشد. نسک؟ نسک میگویند؟ اوستو از چند قسمی بارد بود؟ پنج قسم. نسک میگویند اوستو؟ نسک. نسک؟ شاید نسک باشد. شاید باشد میگویند. نسک. آن کوزی سنگی خارا آهن برون کشد، نسک زی کفی او نتوان خود برون کشید. با افتخارشان کفت میکنم. این کلمه نسک بود. نسک میگوین. یک اشتراکچی ما علاقه امکانیتی 100% دارد تا اینکه در دوری دویم اشتراک بینمویند. مدت که 30 وگاه و 80-100 سال را در بر می گرفت. گفتیم کلمه از 4 حرف عبارت است. بعدی هر 100 سال عوض می شود. شاخ ظرفی که از شاخ می سازند. مجازن زلف چی می گویند؟ عمر آمد شما. شاید این دهه باشد. ده همه گویند 100 سال چون سپری می شود. چی می گویند؟ اصر می گویند. شما دیگر نمی توانید؟ دیگر اشتراک چیون باید اندیشه های خیش رو بیان کنند. از چهار حرفی براد باشد با فکرم اصر. اصر. شما کمی نزدیک آمدید ولی معنی های دیگری این رو که ما گفتیم یعنی شاخ ظرفی که از شاخ می سازند مجازن زلف رو چی می گفتند باز؟ شاید دوره باشد. دوره؟ بله. قرن. قرن می گویند؟ بله. چه خیل؟ از گفتید که 30 یا 80 باز ایواز می شود وقتی گذشت خب باز ایواز می شود باز قرنی 30 قرن 80 این قرن شاید باشد. ظرفی که از شاخ می سازند افاده می کند قرن. ظرفی که از بله افاده می کند این کلمه های ما از 365 بله بارتنی یعنی یک کلمه چقدر معنی ها را در خود نهان دارد که تا حد دانشجویان ما می گویند 366 پهلو دارد. بله. بله. ای گلی خوشبوی اگر 100 قرن باز آید بهار مثل من دیگر نبینی بلبلی خوشگوی را گفت اصلا. با افتخارشان کفت میکنیم. در حقیقت این کلمه قرن بود. یک اشتراکچی دیگری ما نیز با دور دوم علاقه را خط گرفتند. و ما اکنون دیگر سوال ها را پیشنهاد میکنیم تا اینکه یک اشتراکچی دیگر رو باز در دوری دویم انتخاب کنیم. فلزی نسبتاً نرمی خیلی وزنین خاکسترن کلمه از 4 حرف عبارت است. اون برای ساختن ساچمه تیر به کار می رود. پیشتر در مطبعه استفاده می شود. قرغاشیم. قرغاشیم رو چی می گویم؟ مرامت. میس؟ میس میگویند. بله. شاید سرب باشد. سرب؟ سرب. بسیار جالب. ما گفتیم برای ساختن ساچمه تیر به کار برده می شود. شما باره دیدید سرب را استفاده برند برای
دیدید یا فهمیدید؟ نه متاسفانه ندیدم. ولی تخمین میکنه که این کلمه سرب است. بدان که اندر شدن آتش اندر سرب و ارزیز آسان تر بود گفته از سینا. با افتخارشان کف میکنیم. واقعاً این کلمه سرب. سوال دیگر پیشنهاد میشود اکنون. پنجه دست با انگشتان خمیده کلمه از چهار حرف عبارت است. پنجه و چنگال حیوانات و مرغ‌های درنده، مجازن تسلط، تصرف، مجازن هر چیزی خمیده دو تا کج و یا حلقه مانند. و اینچنین یکی از سازهای تاردار کمان شکل خمیده موسیقی بوده است. شاید چنگ باشد. چنگ؟ خیلی چند شما در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان دیدیدم این چنگ رو. بله. باری نواختید یا نتوانستید یا کوشش هم نکردید؟ کوشش کردم. این نیستم، این چنگ است. چنگ است. تغییر نمیدین دیگر. تغییر نمیدین چنگ. لالی سرابی تو بگرفت از می گل رنگ رنگ، کی روا باشد اگر مطرب نهد از چنگ چنگ، گفته از ظاهری فرهنگ. و خیلی این کلمه چنگ بود. احاطه کردن، محاصره، پیچانیده گرفتن. کلمه از پنج حرف عبارت است. جای مستحکم، قلعه، دیواری دوری قلعه، امروز نام شهر در تاجیکستان. چی میگویند؟ حصار. حصار. جوی مستحکم را حصار میگویند؟ بله. قلعه حصار. بسوی حصار دیش اندر کشید، بیابان و بیره سپاه گسترید، گفته از فردوسی. با افتخارشان کف میکنیم. واقعاً این کلمه حصار بود. تبریک میکنیم اشتراکچیان که به واسطه به دانش خویش تکیه کردند، باوری را از دست ندادند، با سوال‌های برنامه دقیق نظرانه جواب‌های درست پیشنهاد نمودند و به دور دوم راحت گرفتند. به دیگر اشتراکچیان میگویم دل آزرده نشوید. این برنامه است. یک و یک شما در این برنامه الکی غالب هستید. آمدن و اشتراک نمودن در این برنامه جرأت، توانایی و قابلیت را می‌خواهد که یک و یک شما در این برنامه این را داشتید و برای آمدن هایتان اظهار سپاس. و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سینما به شما جهت اشتراک بسیار فعالانه کتاب های خواندنی تقدیم میگردد. بار دیگر خوش آمدید. بیننده های عزیز، شما دور دومی شو برنامه اینتלקتوالی میزون خیرات رو تماشا میکنید. همین طور ما اومدیم با دور دوم و سه اشتراکچی رو که به واسطه در دور اول با سوال ها جواب های درست پیشنهاد نمودند انتخاب کردیم. تا اون حد دانشجویان دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده فدایی کسب خیش هستند که با شو برنامه ذهنی میزون خیرات دیز با سازهای موسیقی اومدند. و اکنون میسازد پیش از اونه که ما با سوال ها بگذاریم، یعنی دوری دویم رو آغاز کنیم، یک نوازش خوب میشنویم و پس اون با اشتراکچیان شیراز میشنویم. مرحمت. Thank you.
اخیرم خیلی هم نوازش دل رس بود که قصه‌گو بود از فصل زیبای بهار فکر میکنم و تا هنوزم در کشور ما فصل زیبای بهار حکم فرما است و اکنون با اشتراکچیان شناس میشویم. مرحمت خود را شناس کنید. دانشجوی دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده دانشجوی کورس دوم شعبه دراماتور اسامی شمس‌الدین میباشم. خب اسامی دین از خوردی بود شوق و ذوق و میل و رغبت شما به نواختن ساز موسیقی نای؟ بله از خوردی راستی آرزو میکردم که یه نوازنده خوب باشم. ولی امروز در شعبه دراماتورگیا میخونید، چگونه شد؟ راستی این شعبه به من هیچ خلل هم نمیرساند چون که کسب دیگر است و هنر دیگر. خب مثال من از روی هنرم تا حال مثال نون میخورم، مثال از روی این دیگه به من راستی هیچ مشکلی نمیخونم. مشکل نیست زد همین هموی فرق نداره. یعنی به یک مرد چیل هنر کم. بله شما از نورای همیگونه مردون هستید. بله بله اصلا با اشتراکچی دویم شناس میشه. مرحمت تقای و سیوهت هستم، دانشجوی کورس یکومی فکولته موسیقی و موسکاری. شما رو دانشجویان بخش دراماتورگ یا با خود آوردن همین خیر؟ با خواهش خدا. با خواهش خودتون آمده. چگونه بود میل و رغبت شما با موسیقی؟ از خوردی بسیار فرهنگ و صنعت تاجیک با موسیقی از خوردیش شوق و ذوق بود. امروز سرایندگی میکنید، آوازخوانی میکنید؟ میتوانید اینجا بهره بیننده ما سرودی رو زمزمه کنید؟ مرحمت سیاحت با این سر و لباس زیبای تاجیکانه در فصل زیبای بهارانه می سرایت عاشقانه. مرحمت. دو چشمانم به یک دروازه افتاد، دروازه افتاد، نگاهم برگلی نو تازه افتاد، نو تازه افتاد، نگاهم برگلی نو تازه افتاد، نو تازه افتاد، هنوز دستم به دستش نرسیده، ما را ندیدن میانی مردمان آواز افتاد، آواز افتاد. بهترین این سرود در اجرای سیاحت بسیار هم خوب سزا داد و فکر میکنم کلی عاشقان را شیدا کرد و با اشتراکچی سیم شناس میشه. مرحمت. برهان رجب‌علی دانشجوی کورس دومی بخش دراماتورگی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده هستم. آرزو داشتیم همین شعر و پیس را می‌نوشتیم و آمده همین اختصاص داخل شده سپردیم حجت‌های خود را. امروز هم از نظم از نثر کمی هم باشد با خبرم ایجاد میکنیم. بهترین و ما باوری داریم که شما در آینده باعث یکی از قلمکشان بسیار هم ورزیده ما سر و صدای بلندی ایجادی پهن میکنید. سلامت برای شما در این جاده پرپیچ و تاب برای رو موفقیت خواهم است. سلامت باشید. از جمله با هر سه اشتراکچیان ما برای رو موفقیت در دوری دویم شو برنامه ذهنی میزان خیرد و در فعالیت ایجادیشان تمنا داریم. در این دور با هر سه شما سه سوالی پیشنهاد میگردد. نفری که با مقدار زیادی سوال ها جواب درست پیشنهاد میگرداند با دور سیوم رو خط میگیرد. در دور سیوم با نفر انتخاب شده ما چهار سوال پیشنهاد میکنیم و بار دیگر یادآور میشیم اگر تواند با چهار سوالی برنامه ما پاسخی درست پیشنهاد گرداند سزاواری رو خط میگردد و در مرکز آموزشی محور مدت سه ماه تحصیل رایگان زبان های خارجی و فن های دقیق رو از خود میکند. سوال اول رو ما با کی پیشنهاد کنیم؟ کی میخواهد اشتراکچی اول باشد؟ دو جوان پسر ما یک گل دختر رو بسیار هم اعتراف میکنند و میگویند که بگذار سوال اول پیشنهاد شود با سیاحت بانو. همینطور سوال چنین از سیاحت، دستکشی گذشتن از بحر چیزی کلمه از چهار حرف عبارت است، پرتافتن یا رها کردن چیزی، از وابستگی های دنیا دست کشیدن کلاه جنگی تا
تاس کلاه را نیز این کلمه افاده میکرده است. چی میگم؟ این کلمه ترک. ترک؟ چه خیل ترک؟ میگویندم این گناه؟ ترک کردن، دست کشیدن. گفتیم کلاهی جنگی تاس کلاه. از وقتی استفاده میبرد یا جواب یگانه است ترک؟ جواب یگانه ترک. تغییر نمیدهیم. تاس کلاه را ترک میگویند. شاید. شاید. ولی؟ ترک. ترک. تغییر نمیدهیم. مهتری در قبول فرمان است، ترک فرمان دلیل هرمان است. دو تا سعدی بله با افتخارشان کف میکنیم. این کلمه ترک بود. سوال دیگر پیشنهاد میشود با اشتراکچی دومی برنامه ما. نگهداری، نگاهبانی، محافظت کلمه از چهار حرف عبارت است. نگهداری تندرستی، یاد کردن، از بر کردن را چی میگویند باز؟ چی میگفتند؟ وقت رفت. شاید بیماری باشد. بیماری میگویند؟ بله. بیماری چند حرف شد؟ ما گفتیم کلمه از چهار حرف عبارت است. نگاهداری تندرستی، یاد کردن، از بر کردن، بیماری است. همین خیل؟ شاید بیماری باشد. شاید. اهل همت را زیگوهر آن چی باید حفظ کرد؟ در محیط آفرینش آبروی سائل است. این کلمه حفظ بود. یعنی محافظت میکنید، از خود میکنید، از یاد میکنید، از بر میکنید، حفظ میکنید. سوال چنین است: غرب، مغرب، شرق، مشرق. کلمه از شش حرف عبارت است. نام قدیمی ولایت بلخ طرف غرب، امروز نام یکی از شهرهای جمهوری در ولایت ختلان. چی میگفتند؟ این باختر است. باختر میگویند؟ باختر، بله. نام قدیمی ولایت بلخ باختر بود؟ جواب یگانه چی است؟ جواب باختر است دیگه، جواب ندارم. تغییر نمیدیم باختر را؟ نه، تغییر نمیدیم. چخورشه در باختر گشت زرد، شبی تیره گفتش که از راه گرد. تصویر دوستی با افتخارشان کف میکنیم. واقعاً هم این کلمه باختر بود. سوال دیگر پیشنهاد میشود با اشتراکچی اولی برنامه ما با سیاحت. آنچه که مثل بلور و شیشه صاف بوده از پس آن چیزهای دیگر دیده میشود. کلمه از شش حرف عبارت است. تابان درخشان، صاف بی غبار، زلال. چی میگویند؟ سوال فهمو است؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید و جواب یگانه خیش را پیشنهاد گردانید. وقت رفت. ستاره میگویند. یعنی ستاره بی غبار است، زلال است، صاف است، روشن، تابان است. این خیلی مخفی. آینه مقصود کی روشن شود؟ گر غبار دود آینگر شفاف نیست. یعنی تازه نیست، صاف نیست، درخشان نیست، بیغبار نیست، زلال نیست. میگرد زبانی سا. سوال نوبتی پیشنهاد میشود با اشتراکچی دومی برنامه ما. سحر، افسون، چشمبندی، هیله، مکر، فریب. کلمه از 7 حرف عبارت است. کاری نازک و هیله آمیز، چاره، تدبیر، نقش، طهر، نگار. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید.
نایرنگ نایرنگ میگویم نایرنگ نایرنگ تاخیر نمیدیم نه نایرنگ نادان گمان بری و نه آگاهی از تنبل و عظیمت و نایرنگش آمده از در لغت فارسی این کلمه نایرنگ بود سوال دیگر پیشنهاد می شود به سعید برهان آن که چیزی ناسره را به جای سره می دهد نفری که پولی ساخته می سازد کلمه از شش حرف عبارت است ساختکار متقلب مجازن فریبگر نادرستکار چپ دست را می گویند این قلبکی است قلبکی می گویند همون چیز ساخته پولی ساخته باشد این قلبکی است بله ما گفتیم کلمه از شش حرف عبارت است قلبکی چند حرف شد ده ثانیه وقت در اختیار دارید تو اینکه فکر کنید وقت رفت مرحمت به این سوال متاسفانه جواب نیست جواب نیست میگویند جواب نیست خاموش حافظ و این نقطه های چون زری سرخ نگاه دار که قلاب شهر صراف است سوال نوبتی پیشنهاد می شود با سیاحت یعنی سوال سیوم در دور دویوم از اندازه بیرون برآمدن از حد خود گذشتن از حد زیاد بالا آمدن آب دریا آب خیز کلمه از پنج حرف عبارت است مجازن نافرمان برداری سرکشی شورش قیام شوریدن چی میگن سیاحت خروش شاید باشد خروش میگویند تاخیر نمیدیم از وقت نیز استفاده نمیبریم همی خیل یا استفاده میبرید نمیبرند دغدغه طغیان در بنیاد اعتقادش راه یافته آمده است در انوار سهیلی این کلمه طغیان بوده است نه خروش بلکه طغیان سوال دیگر پیشنهاد می شود به اشتراکچی دومی برنامه ما این سوال تا جای به شما نزدیک است چون شما در نواختن سازی نای خیلی هم لیاقت خوب دارید و باوری داریم که این سوال برای شما ناقدر مشکل خواهد بود نوا آهنگ لحن خانش ترانه سرود کلمه از پنج حرف عبارت است رفتاری بد رفتاری نازیب مجازن هیله نیرنگ رفتاری بد نشان دادن با گفتی کسی کار کردن در تحت تأثیر کسی بودن چون شما با موسیقی سر و کار دارید می نوازید می خسراید انا همین لحن خانیش ترانه سرود نوا را باز چی می گفتند ده ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید وقت رفت از چند کلمه عبارت کلمه گفتیم از پنج حرف عبارت است شاید هنر باشد هنر بله این وریانت یگانه است بله تغییر نمیدیم نه تنبور پور زی خاتم بابا از آن من و نغمه های ترنه ترنه از آن این کلمه نغمه بوده است سوال نوبتی پیشنهاد می شود به اشتراکچی دیگر ما به سعید برهان یکه تنها مجرد به همراه کلمه از چهار حرف عبارت است یگانه به همتا به مثل در ادبیات شناسی یک بیت جدا باز کلمه جدا دور از کسی یا چیز یک یک
تنها را افاده می کرده است. چون شما سید برهان به نظم و نثر بیشتر سر و کار دارید، شاید این کلمه برای شما بیشتر آشنا باشد. نیست، جواب ندارد. جواب ندارند. هر دو گریانم و هر دو زرد و در سوز و گداز، هر دو سوزانم و هر دو فرد و هر دو مطمئن. خوب دوستان عزتمند، همین طور دوری دویمی شو برنامه اینتלקتوالی میزونی خیرت به انجام رسید. به هر سه اشتراکچیان ما سه سوالی پیشنهاد نمودیم. هر سه اشتراکچی ما توانستند با قابلیت ذهنی خیش با یک سوالی جواب درست پیشنهاد گردانند. از همین خاطر برای انتخاب نمودن اشتراکچی یگانه در دوره سیوم ما از سوالهای ایلاوگی کار میگیریم. یک سوال ایلاوگی در بین هر سه اشتراکچی ما پیشنهاد میکنیم. از این سه نفر کسی اولین شود و جواب درست رو پیشنهاد گرداند به دوره نهایی رو خط میگیرد. شما راضی هستید؟ این سوال هست که از یک و یک شما دقیق نظری، هوشمندی و زود حاضر جوابی رو میخواهد. به همین خاطر سری سوال اندیشه جدی بیرونید و کوشش کنید که پیش دست باشید. اولین شده جواب درست پیشنهاد گردانید. سوال چنین است: شهر در ماورا و نهر که در زمان پیش با بودخانه هایش مشهور بوده است. کلمه از شش حرف عبارت است. بودخانه هر جای آراسته و زیبا، نام یکی از ناحیه های کشور. حصه اول این کلمه روشنایی است. حصه دویم مقابل گل است. فرخور است جواب. فرخور گفتند. بوتی من جانور آمد شمنش به دل و جان، منم او را شمن و خانه من فرخار است. ما با افتخارشون کف میکنیم. واقعا هم این کلمه فرخار بود. تبریک میکنیم اشتراکچی رو که به دوره نهایی رو خط گرفتن. به دو اشتراکچی دیگرمون که خیلی هم اشتراک ارزنده، فعال و نمونه در این برنامه داشتن اظهار سپاس میکنیم. واقعا هم شما خودتان را از دوستتان کم ندانید و برای اشتراک فعال با شما از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه سپاسنامه و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سینما کتاب های خواندنی که فراگیر شعر، داستان و قصه های بسیار هم جالب و رنگین هستند تقدیم میگردد. اکنون اشتراکچیان عزیز، میخواستم دایر با جرایان امروزه برنامه اندیشه های خودتان را کوتاه بیان میکردید که از نظر شما بازی امروزه ما چگونه شکل گرفت. مرحمت اسامیدین و سیاحت بانو که خیلی هم بازی نمونه در این برنامه داشتند. مرحمت، چی گفتنی های هست که باید گفته شود؟ برنامه بنوید برنامه خوب پسندیده است. ما خواستیم در این برنامه اشتراک کنیم و از سواد خود بهره بر شویم که مثال چقدر فهمیشو سواد داریم. یعنی در این برنامه واقعا هم اشتیاق شما خوب بود و سواد شما نیز خیلی جالب در این برنامه انعکاس شد. تشکر زیاد. بله. خوب سیاحت بانو چی میگن؟ یک گلدختری که در حقیقت خیلی هم شایسته بودن، ارزنده بودن در این برنامه. خیلی برنامه جالب بود دیدنی. ما پسند آمد و به دوستتون که به دوری سیوم رو خط گرفتن چی تمنیات، چی گفتنی ها دارید؟ موفقیت خواهانیم. ما نیز در فعالیت ایجادی هر دوی شما موفقیت ها خواهان هستیم و باوری داریم که بازم در نشرهای بعدی برنامه می آید با حضوری خودتون این برنامه رو جلو و تابشی دیگر می بخشید و انمین گونه بازی های جالب و رنگین نمایش می دهید. برای اومدن هایتان این سوری سپاس. خوش آمدید.
دوستان سادمان ما در دور سیومی شو برنامه انتلیکتوالی میزان خیرات قرار داریم. همین طور انتخاب شدن اشتراکچی یگانه ما سعید برهان رجب‌علی که در برابری 6 نفر استادگری نمودند و اکنون در این دور با سعید برهان ما 4 سوال پیشنهاد میکنیم و بار دیگر یادآور میشویم سعید برهان اگر با این سوال ها جواب های درست پیشنهاد گردانید صاحب آن امین راحت میشوید و به واسطه می روید مدت 3 ماه در مرکز آموزشی محور زبان های خارجی و فن های دقیق را رایگان از خود می کنید. سوال اولی ما تا جای سینمایی است و ما معنی های دیگری آن را نیز برای شما می گوییم. آنچه برای آن آبی تیلا دوانیده شده است. زر حل کاری شده زرنگار کلمه از 8 حرف عبارت است. نام یکی از فیلم های استحصالی تاجیک فیلم که در تهیه کارگردان زن تاجیک روی کار آمده است. اینچونین کنایه از قلم رو نیز این کلمه افاده میکند. چی میگویند؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. متاسفانه جواب نیست؟ نه جواب نیفتی. زرندودگان را به آتش برند. پدید آید آنگه کیمیس یا زرند. این کلمه زرندود. فیلم زرندود رو تماشا نکردید؟ راستی تماشا نکردید. هیچ گپ نیست. ما باوری داریم که شما این فیلم رو دسترس میکنید. انیخترش حتما دسترس میکنید. تلویزیون سینما رو تماشا کنید. به واسطه این فیلم رو نمایش میدیم. سوال دیگر پیشنهاد می شود. اکنون این سوال به نقش یکی از دراماتورگان، شاعر و نویسنده های معروف تاجیک که در پیشرفت سینمای تاجیک حصه ارزنده گذاشتند مربوط است. کلمه مذکور از 10 حرف عبارت است. سناریو های نوشته او به فیلم های ریالی سفید، آشپز و آوازخوان، انسان از پای پرنده ها می رود، مرغ سیاه یا ساکنان زیر زمینی، سراب عشق، عشق اولی نصرالدین، بازگشت خواجه نصرالدین و پیش خدمت با لالی تیلا و غیره می باشند. حلقه موی گیسو. حتی آنم این نسبشون نام شمشیر را نیز افاده می کند. شما نسب آن همین نویسنده، شاعر و دراماتورگی ما را بگوید که به واسطه نقش سازگار در پیشرفت سینمای تاجیک گذاشتند. کلمه گفتم از 10 حرف عبارت است. وقت رفت. شم تورسون زاده باشد یا تورسون زاده؟ جواب یگانه تورسون زاده است. متاسفانه این کلمه زلفیقارو بود، یعنی تیمور زلفیقارو. سوال دیگر پیشنهاد می شود. رونق نش اونما پیشرفت و ترقی. کلمه از 5 حرف عبارت است. اوج گرفتن بازار کسی، رونق پیدا کردن، ترقی کردن، در حال رونق و پیشروی بودن را چی میگویند؟ نمو. نمو میگویند. بله نمو. جواب یگانه است. بله، همین معنی رو افاده میکنند، نمو کردن. بله. چند خود را پیش ما قیمت نهی ای پارسا؟ خود فروشی را رواج نیست در بازار ما. این کلمه رواج بوده است. سوال چهارم پیشنهاد میشود. سربالا فرازنده، سرفراخته، سربلند. کلمه از 6 حرف عبارت است. سر از اطاعت پیچنده، نافرمان بردار، اطاعت کننده، گردن کش، یک رو، متکبر، مغرور، ناسازگار، یاغی. چوبکی از سری تواره زده بجای با میخ پرچین کنند تا که تواره به یک سو خم نخورد. توانا، زور، پهلوان. نام مطرب مشهور و آهنگ اختراع کرده وی. سرکش. سرکش؟ بله. تغییر نمیدیم؟ نه تغییر نمیدیم.
دیهد کلکی سخن سنجم تسلی نفسی سرکش را نباشد زین نیستان جز قناعت روزی شیرم اما با افتخارش را تفرید با خیانم این کلمه سرکش بود تبریک میکنیم شما را که واقعا سعید برخان در این دور خیلی هم فعال بود اشتراک شما ارزنده بود و توانستید در این دور بازی نمونه و با یک سوال جواب درست پیش نهاد گردانید و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما جهت اشتراک فعال دیپلم و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما کتاب خواندنی تقدیم می شود مرامت سعید برهان میخواستم اندیشه های خودتان را کوتاه دایر به بازی امروزه اشتراک دوستانتان رقیبانتان و عموما بازی امروزه ما از نظر شما چگونه بود مرامت بازی امروزه انقترش همین برنامه بسیار هم برنامه جالب است برنامه دقیقه جلب کننده است و اونش دانشجویی که با من اشتراک کردن در این رقابت بود یعنی این فهمش و درک دانش خود بود اونها هم خوب اشتراک کردند اما من اون طوری که از در آینه نیلگون تماشا میکردم فکر میکردم این صحنه دیگر بوده است و از اونجا دیگر بوده اونجا دیگر است اکران دیگر بوده بله من فکر میکردم آسان است این اما خیلی مشکل است این در حقیقت این ذوقیت بیدار میکند این دانش پر را میسنجی خودت درک میکنی چقدر دانش داشتم را میفهمی یعنی ما هر قدر که کوشش کنیم هر قدر که بدانیم و بازم باید بدانیم که نمیدانیم یعنی بله. کوشش کردن در کار است که پیوسته بیاموزیم و پیوسته به پیش برویم تا با جایی که رسد دانشی من بله. تا بدانم که کنون ندانم بله بله و برای شما در فعالیت این بعدتون موفقیت های ارزنده تمنا داریم سلامت باشید با بیننده زکی تلویزیون سینما که پیوسته برنامه ما را پیگیری میکنند و سوال تماشابین را انتظارند اکنون سوال همون را پیش نهاد میکنیم خوبچه های روی آب که وقتی بجوش آمدن آن پیدا میشود کلمه از پنج حرف عبارت است وقتی باران باریدن یا صابون را کف کنانیدن نیز پیدا میشود نفرانی که اولین شده جوابی سوال را به مؤسسه دولتی تلویزیون سینما پیش نهاد میکنند آنها را تحفه انتظار است تا دیدار نو صحتمند و سربلند باشه دوستان عزیز خیر